توی یک هفته آینده میخوام ساعدم رو به چالش بکشم. میخوام خفنترین و ناشناخته ترین تمرینای ساعد رو انجام بدم که ببینم بهترینش کدوم هستش. سریع ترین روش برای اینکه ساعدامون رو حجیم کنیم، قدرت پنجه هامون رو زیاد کنیم، رگ و ریشه ساعدامون رو زیاد کنیم، همه رگاش کلفت شه، اینا چه راههایی براش وجود داره که میتونیم سریع نتیجه بگیریم و ساعدمون رو جوری بکنیم که بهترین عضو بدنمون بشه. پس در پایان این ویدیو با همدیگه یک سیستم تمرینی اختراع میکنیم که بهترین و سریعترین و مؤثرترین روش برای ساعدهای حجیم و رگ و ریشه دار کردنش باشه. بدون وقفه بریم سر ویدیو. بلافاصله میریم سر روز اول. دوستان یادتون نره این ویدیو رو کامل نگاه کنید، کلی نکات ریز توشه. خب نکته اولی که تو همین روز اول بهتون میتونم بگم، وقتی شما مثلا میخواید ساعدتون رو تمرین بدید توی باشگاه، اکثرا میان این ماهیچه رو تمرین میدن، یعنی این پایینیه رو. در جایی که شما یه دونه دیگه هم دارید، این بالاییه، اینم خودش ماهیچه بزرگیه و تأثیر میذاره توی دیده شدن ساعد شما. برای اینکه این حرکت هم تمرین کنید، وقتی جلو بازو رو که اینجوری میارید بالا، این زیاد تمرین نمیکنه، ولی وقتی به صورت چکشی که میارید بالا، این مستقیما داره تمرین میکنه. یعنی شما علاوه بر اینکه بازوتون رو تمرین میدید، اونم دارید تمرین میدید. حالا اگر ویدیو ایزومتری که من دیده باشید، چالش بروسی رو که انجام دادم همین چند وقت پیش اومد ویدیوش، توی اون بهتون یه تکنیک دیگه یاد دادم. گفتم اینکه بهترینش این نیست که با دمبل این حرکت رو بزنید، بلکه با میله هالتر. حالا اگر با میله هالتر ما بخوایم این حرکت رو بزنیم، همیشه یه ایرادی هست، اینه که وقتی ما حرکت رو میاریم بالا، فقط تقریبا روی شستامونه کل وزنه. بهتره که این حرکت رو ایزومتریک بزنید، مثل همون ویدیویی که الان بهتون گفتم. اگه ندیدیش نگاش کن. میارید بالا و تا اونجا که میتونید نگه میدارید، تا اونجا که توان دارید. یادتون نره، فرض کنید مثلا شما دارید از یه دره میافتید، به یه جایی خودتون رو گیر دادید، این مدلی نگه داشتید. شما نمیگید حالا 20 ثانیه تموم شد من باید برم پایین دیگه، باید تا اونجا که میتونید نگه دارید. یه خوبیه دیگه که این حرکت داره اینه که شما وقتی دستتون رو بالا نگه میدارید، دائما خون پمپاژ میشه و چون نمیارید پایین، هم اونجا خون بیشتر میمونه و باعث میشه که رگ و ریشتون هم قوی تر و زخیم تر و کلفت‌تر شه. دیگه نمیتونم حرف بزنم. تو حرکت دوم دستامو گذاشتم روی زانوهام. بی دلیل نیست، برای اینکه اولا که حرکت ایزوله تر انجام بشه، تقلب کمتری داشته باشه، دوما اینکه بیشترین انبساط توی ماهیچه‌های ساعد هستش و همین باعث میشه ماهیچه سازی بیشتری انجام بشه. این تمرین رو به تعداد 4 ست 12 الی 15 تایی زدم. توی تمرین سوم باز برای اینکه تقلب کمتر بشه و حرکت ایزوله تر اجرا بشه، همونطور که میبینید دستا رو پشت نگه داشتم و از این تمرینم حدود 5 ست 10 الی 12 تایی انجام دادم. بچه ها روز اول تمرین فوق‌العاده بود. اینجا دیگه سر دیگه این برم خوب شد. رگای جدیدم داره در میاد. بذار اینا داره، اینا جاده های جدیده بچه ها، جاده ها داره در میاد. این جاده کوچیکا رو میبینید بن‌بستا، باید همش باز شه. خب به روز دوم تمرین خوش اومدید. امروز خیلی تحقیق کردم، به یه نتیجه خیلی خوبی رسیدم. ببینید بهترین مچ و قدرت پنجه و ساعدا رو کیا دارن؟ مچ اندازا. تمریناتی که انجام میدن رو تحقیق کردم، سرچ کردم، در آوردم بهترین تمرینی که انجام میدن، هم عضلات بالایی رو هم عضلات پایینی رو تمرین میکنن. حرکتی هستش که الان بهتون نشون میدم، به نظر حرکت عالی میاد، الان باید بریم آزمایشش کنیم، ولی چیزی که من دیدم خیلی خوبه. برای این حرکت هم چیزی نیاز دارید به نام یه وزنه‌ای باشه. اگر تو خونه هم هستید میتونید این حرکت رو بدون وزنه هم انجام بدید. الان براتون توضیح میدم چطوری. کشی چیزی واردش میکنید، یا مثلا کمربند رزمی یا مثلا حوله میتونید واردش کنید. بعد دستتون رو برعکس میگیرید، مچ دستتون رو خم میکنید به سمت بالا، دیده بشه توی تمرین، اینجوری به سمت بالا خم میکنید، میچرخونید دستتون رو. یعنی چی؟ قشنگ به مچ من نگاه کنید. یک، دو. تو این حرکت هم خب جلو بازو دوباره درگیره، ولی چیزی که من الان دارم حس میکنم اینه که خیلی به ساعد فشار خیلی خوبی میاره. عجب چیز باحالیه بچه ها، حتما آزمایش کنید این حرکت ها. یادتون نره حتما مچتون رو بشکونید که به پایینی هم فشار بیاره، یعنی به اینم فشار بیاره.
این حرکت رو اگرم تو خونه خواستید تمرین کنید بدون هیچ وسیله ای، مثلا میتونید یه کوله پشتی بردارید، کتاب بذارید توی کوله پشتیتون و با اون تمرین رو انجام بدید، یا مثلا یه هندونه مثلا بذارید توش، حالا سنگین‌تر یا سنگین‌تر یه ذره خلاقیت انجام بدین. این حرکت رو همه جا میتونید انجام بدید، وسیلهش هم قطعا تو خونه‌تون هست. تمرین مچ‌اندازا رو توی 5 ست انجام دادم که هر کدوم 12 الی 15 تکرار بود. تمرین دوم حرکت ساعد با میله خم رو داریم که من اینو 4 ست 12 تایی الی 15 تایی انجام دادم. فقط اینجا حواستون باشه که شستتون زیر میله باشه برای اینکه فول رنج آف موشن یا دامنه کامل حرکت رو داشته باشیم. مایچ‌های ساعد فقط از دو تا مایچه بزرگ تشکیل نشدن، بلکه از مجموع چند تا مایچه تشکیل شدن که یک سری از این مایچه‌ها تعادل و ثبات مچ شما رو بر عهده دارن. به همین دلیل توی تمرین سوم من از میله خم بلند استفاده می‌کنم، چون هی چپ و راست میشه و من مجبورم که ثابت نگهش دارم و بعد حرکت رو انجام میدم. از این تمرینم 3 تا ست 10 الی 12 تایی انجام بدید. روز سومم من مجددا با تمرینات مچ اندازی شروع کردم، چون از نظر من این تمرینات فوق العاده است. همیشه از این به بعد توی تمرینات ساعدم میذارم و توصیه من اینه که حتما شما هم 4 الی 5 ست حدود 10 تا 15 تکرار حتما انجام بدید، خیلی فوق العاده هستش. حرکت دیگه‌ای که امروز آزمایش میکنم این هستش که تعداد خیلی بالا میزنم، 100 تا با هر دستم الان میزنم، یه ضرب سعی میکنم بزنم، نمیدونم تا حالا انجام ندادم، امیدوارم که بتونم. با 12 کیلو شروع میکنم، بعد هی نم نم وزنه رو کم میکنیم. خوبیش هم اینه که خب وقتی پمپ انجام میشه، هرچی پمپ بیشتر خون رسانی بهتر، رگ و ریشه کلفت‌تر. شست صد شست تمرین سوم که من اسمشو گذاشتم موتور گازی، همونطور که میبینید کاملا مشخصه برای چی. این تمرین هم میتونید 3 الی 4 ست 12 الی 15 تکرار انجام بدید. البته اینم بگم من با این تمرین زیاد حال نکردم، ولی بالاخره یه بار آزمایشش بکنید. دوستان این چالش فوق‌العاده هم به پایان رسید. بریم حالا یه اندازه ها رو یه مقایسه بکنیم روز اول روز آخر، ببینیم بهتر شده یا نه. همین اول بگم که حدود 8 میلیمتر دور ساعدم افزایش حجم داشته که برای این مدت کوتاهی یک هفته خیلی عالی هستش. اونایی که انجام داده باشن بدنسازی میدونن میلیمتر به میلیمترش رو باید روزها زحمت بکشی براش. حقیقتش من دارم تغییر خیلی خوبی رو میبینم توی تصاویر. باز نظر شما چیه؟ حتما نظرتون توی کامنت ها بنویسید. اولش بهتر بود، الان چیز زیاد تغییری انجام نداد، یا مثلا تغییر خیلی خوبی رو شما هم دارید میبینید؟ خب بریم که برنامه‌های کل این هفته‌ای که کلی تکنیک انجام دادم، کلی آزمایش و خطا انجام دادم، با هم دیگه جمع‌بندی کنیم، یه دونه برنامه تمرینی فوق‌العاده توش در بیاریم که هم رگامون کلفت و زخیم بشه، هم ساعدمون حجیم بشه و قشنگ مایچه بیاره، همین که قدرت پنجه‌مون هم زیاد بشه. یعنی یه برنامه‌ای که همه کار است و قشنگ تاثیرگذار در کمترین زمان. خب اول در مورد رگ ها بگم، آیا میتونید شما رگاتون هم کلفت‌تر بکنید؟ جوابش آره هستش. اولین نکته اینه که اگر شما زیر پتو باشید هیچی نمیبینید، اگه پشت یه دونه پارچه توری باشید دیده میشید. رگای شما هم همینطوری هستش، وقتی شما چربی زیادی روی بدنتون باشه اون رگا انگار زیر پتو ان دیده نمیشن، ولی وقتی شما بدنتون رو سطح چربیشو بیارید پایین، این چی میشه؟ این باعث میشه رگاتون انگار پشت پرده توریان دیده میشن. پس چربی پایین تر،
رگای دیده شده بیشتر. نکته دوم، یکی از چیزایی که خیلی کمک میکنه اینه که همش دائم خون رسانی زیادی بشه توی رگها. برای اینکه خون رسانی بیشتری انجام بشه، بهترین و مؤثرترین تکنیک بالانس هستش که آموزش دادم حتما نگاه کنید یاد بگیرید. بالانس باعث میشه که شما وقتی سر و ته میشید کل خون از طریق جاذبه بیاد توی دستاتون. هرچی بیشتر بمونید خون بیشتر اونجا میمونه و هرچی بیشتر بمونه بدن شما میگه این خون داره هی اینجا زیاد در جریانه. چیکار باید بکنم؟ باید اینا رو کلفت و کلفتر بکنم که راحت تر جریان پیدا کنه. نکته بعدی، از حرکات ایزومتریک زیاد استفاده کنید. حرکات ایزومتریک هم یاد دادم چی هستش، حرکات ایستایی بدنسازی. یه چالش دوباره گرفتم، حتما ویدیوشو نگاه کنید. در مورد این هستش که وقتی شما وزنها رو نگه می‌دارید، این حرکاتو که نگه می‌دارید خون همینجا میمونه و هی باید خون رسانی بکنه تا مایچ کار کنه دیگه. و همین باعث میشه رگاتون زخیم و زخیم تر بشه. حالا تمریناتی که انجام دادم رو من به دو دسته تقسیم میکنم دوستان. هم از تمرینات سنگین استفاده کنید. نکته دوم میمونه برای تمرینات تعداد بالا. از نظر من مثلا 100 تا زدم خیلی زیاد بود. به نظر من مثلا 60 تا 40 تا بزنید و از حرکاتی استفاده کنید که الان بهتون نشون میدم. حرکت اولی که بهتون توصیه میکنم حتما انجام بدید حرکت برای مچ اندازاست که خیلی حرکت عالی، حتما سنگین بزنید. وزنه زیاد ولی تعدادهای کمتر. درسته؟ و حرکت تو اینجوری که میایید قشنگ از مچتونم استفاده کنید. از این حرکات سنگین استفاده کنید. تکنیک بعدی که میخوام بهتون یاد بدم باز یه تکنیک خیلی ناشناخته ولی فوق‌العاده هستش. قبلش نکته بگم دوستان، موقعی که مثلا میخواید شما ساعد بزنید، ببین وقتی مثلا این حالت میله هایی که تو باشگاه هست و میگیرید خیلی روی مچتون فشار میاد، وقتی که میاد اینجا دیگه خونسا شده انگار حرکت. چرا؟ بخاطر اینکه اینجا دیگه یه حالتی سفت هست ولی دیگه فشار، دیگه نیرو به این سمت وارد نمیشه بلکه به پایین وارد میشه. برای اینکه اینو اصلاح کنید اینه که اولا این حرکات رو بلند شده بزنید، مثل من بشینید ولی دستتون صاف باشه. نکته دوم، ببینید این حرکت رو یه طرف میله رو بذارید زمین. اینجا حالا اگه این حرکت رو من دارم میزنم، مچم چون به این سمت یه حالت شیبدار داره میاد به سمت بالا پایین، دیگه به مچم فشار نمیاد و وقتی که میرسید اینجا هنوز مایچه داره در حال کاره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اینجا بود دیگه کار نمیکرد. اینجا ولی مجبور نگه داره وزنه رو. در نتیجه توی این شیب بزنید. حرکت بعدی مورد علاقه من برای این مایچ بالایی ها این هستش که میبینید دستتون رو این حالت نگه میدارید و میبرید بالا پایین. این حرکت خیلی عالیه چون رنج موشنتون کامل هستش، یعنی کامل دامنه حرکت رو میتونید انجام بدید و خیلی خوب فشار میاره. خوبیه دیگرش اینه که باز دوباره تکنیک این بالا خونسا نیست، هنوز دارید فشار میارید بهش، مجبورید که تا آخر بزنید. حالا میتونید اینو یا روی میز دستتون رو بذارید یا مثل من این مدلی بشینید که اگه هیچی نداشتید تو خونه هم اگه هستید میتونید یه مثلا 1.5 لیتری های آب شیشتایی هست، میتونید با اونا هم حتی بزنید. به همین سه تا تکنیک شما بیشتر نیاز ندارید چون این سه تا تکنیک همه رو کامل در بر میگیره و بیشترین فشار به نظر من روی این دستاتون میاد. دوستان امیدوارم که این ویدیو یک ارزشی به شما داده باشه، یک بهایی به شما داده باشه که شما بتونید ازش استفاده کرده باشید. اگر اینطوری بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید، توی کامنت ها حتما ساپورتتون رو اعمال کنید، اکتیو باشید که من انگیزه بگیرم ویدیوهای بیشتری برای شما بسازم و یادتون نره حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگه جایی هستید. اصلا چرا نباید انجام بدید این کارو؟ بهترین کاری که میتونید انجام بدید هستش که ورزش کنید. کی بهتون بیشترین انگیزه رو میده؟ فراد تکنیک. پس یادتون نره. خداحافظ.